قسمت قبلی با هم سرگذشت و زندگی نامه عزیزخان مکری، سردار میهن پرست ایرانی رو بررسی کردیم. اگه اون برنامه رو ندیدید، پیشنهاد میکنم که حتما ببینید و از دستش ندید و خیلی سریع در زمان سفر کنیم و بریم سراغ اصل مطلب امروز. ادعاهایم سراسر دروغ بود. شب 15 فوریه سال 1564 در خانه وینچنزو در پیزای ایتالیا پسری به دنیا اومد که دنیا اون رو به عنوان یکی از مفاخر تاریخ علم به خاطر میاره. وینچنزو که خودش یکی از موسیقیدانای به نام ایتالیا بود، دوست داشت پسرش گالیلئو یک کشیش بشه، اما نمیدونست تقدیر طوری دیگه مسیر اون رو به سمت کلیسا و کشیش‌ها میکشونه، مسیری که سراسر دشمنی بود. خانواده وینچنزو در اوایل دهه 1570 به فلورانس نقل مکان کردند و گالیلئو به مدرسه سومعه در والومبروسا وارد شد، ولی سرنوشت اون کشیش شدن نبود. گالیلئو نوجوان به جای ادامه دادن تحصیل در سومعه به دانشکده پزشکی پیزا رفت. البته به خاطر مشکلات مالی گالیلئو پس از 4 سال در سال 1585 بدون اخذ مدرک پزشکی دانشگاه رو ترک کرد، ولی شاید مشکلات مالی تنها بخش کوچکی از علت ترک رشته پزشکی باشه، چون اون از ابتدا به ریاضیات و مکانیک علاقه داشت و به محض انصراف از پزشکی برای چندین سال به صورت خصوصی دروس ریاضیات رو در فلورانس و سینا گذروند. اون تو 25 سالگی به درجه استادی ریاضیات دانشگاه پیزا رسید. تو این دوره اون فرم جدیدی از توازن هیدرواستاتیک رو برای توزیین مقادیر کم طراحی کرد و رساله کوتاه رو با عنوان تعادل کوچک نوشت که به صورت دستنویس منتشر شد. تو این زمان بود که اون تحصیلات خودش در زمینه حرکت رو هم آغاز کرد و به مدت 20 سال آموزش و تحصیل تو این زمینه رو ادامه داد. البته قبل از رسیدن به کرسی استادی دانشگاه پیزا، گالیلئو در سال 1588 برای کرسی ریاضیات در دانشگاه بولونیا هم اقدام کرد، ولی ناموفق. با این حال شهرت اون رو به افزایش بود و بعداً در همون سال از اون خواسته شد تا 2 تا سخنرانی در مورد آرایه‌های جهان در جهنم دانته رو در آکادمی فلورانس که یک گروه ادبی معتبر بود ارائه کنه. اون همچنین برخی از قضیه‌ها و نظریات خلاقانه رو در مورد مرکز ثقل ارائه داد که باعث شهرت اون در میان ریاضیدانا و حمایت دلمونت نجیب زاده و نویسنده چندین اثر مهم در زمینه مکانیک شد. در دوران تدریس در پیزا، گالیلئو با انداختن اجسام با وزنهای مختلف از بالای برج مشهور پیزا نشون داد که سرعت سقوط یک جسم سنگین متناسب با وزن اون نیست و در حقیقت ادعای ارسطو رو تو این زمینه رد کرد. گالیلئو بعد از 3 سال تدریس تو پیزا به دانشگاه پادوا رفت و تا سال 1610 مشغول تدریس هندسه، مکانیک و نجوم توی این دانشگاه شد. تو این دوره بود که دنیا گالیلئو گالیله رو به عنوان محققی دانشمند با نظریات نو شناخت و اون بزرگترین دستاوردهاش رو تو این مقطع به دست آورد. گالیله که حالا تو این زمان پدرش رو از دست داده بود، برای اداره خانواده مجبور بود وقت زیادی رو به تدریس خصوصی بپردازه. اما نه تدریس در دانشگاه و نه تدریس خصوصی باعث نشد دست از اختراعات جدید و ابداع نظریات نو برداره. اون سال 1609 ثابت کرد قوانین حرکت ارسطویی اشتباهه و همزمان نظریات پیشین در مورد حرکت آونگ رو هم تصحیح کرد. در همون سال بود که گالیله با بهبود تلسکوپ هانس لیپرشی تونست یافته‌های بی‌نظیری در زمینه نجوم ثبت بکنه. با همین تلسکوپ گالیله برای اولین بار دهانه و حفره‌های ماه رو دید. لکه‌ها و نقطه‌های روی خورشید رو کشف کرد و مراحل و فازهای مختلف سیاره زهره رو ردیابی کرد. البته از میان تمام اکتشافات اون با تلسکوپ بیشتر کشف 4 قمر عظیم سیاره مشتری که الان به عنوان قمرهای گالیله شناخته میشن معروفه. 4 قمری که با اسمهای کالیستو، اروپا، گانیمد و لو شناخته میشن. ضمناً احتمالاً گالیله اولین کسیه که مطالعاتی ثبت شده در مورد سیاره نپتون انجام داده، که البته گالیله این سیاره رو به عنوان یک سیاره تشخیص نداده. اما دیوید جمیسون، فیزیکدان دانشگاه ملبورن، میگه چندین دهه مطالعات ما بر روی دستنوشته‌های گالیله نشون میده که این ستاره ناشناخته که اون ثبت کرده در واقع همون سیاره نپتونه. مطالعات و کشفیات ارزشمند گالیله همینطور ادامه داشت تا اینکه
مهمترین چالش زندگی اون با کلیسا رقم. در زمان حیات گالیله تصور این بود که تمام اجرام آسمانی دور زمین میچرخن و اعتقادی خلاف بر اون طبق نظر کلیسای کاتولیک در سال 1615 بدعت و ارتداد از دین بود. گالیله با مرکزیت و محوریت زمین مخالفت کرد. مشاهدات اون از زهره و این واقعیت که سیاره مشتری قمرهایی داره که به دور زمین نمیچرخن برای اون تایید کرد که زمین و دیگر سیارات حول خورشید میچرخن. سال 1616 اون رو به روم احضار کردن و به اون اخطار دادن که در مورد این نظریه بحث انگیز اجازه آموزش و نوشتن نداره. اما سال 1632 اون با اعتقاد به اینکه میتونه این مبحث رو به صورت گزاره ریاضی و علمی بیان کنه برخی نوشته‌هاش رو منتشر کرد. کلیسا به دلایل ریاضی اون اعتنا نکرد و اون به جرم بدعت مقصر شناخته شد و اون رو به دادگاه تفتیش عقاید بردن. در تاریخ 22 ژوئن 1633 گالیلئو گالیله 69 ساله با روپوش سفید ویژه توبه‌کاران به تالار بزرگ مینروا در روم وارد شد. اون به دستور قاطع و مؤکد پاپ اروین 8 در برابر دادگاه تفتیش عقاید مجمع روحانیت بارگاه مقدس با شرکت 10 کاردینال انتصابی احضار شد. اون در دادگاه در حالی که کتاب مقدس مقابلش بود توبه‌نامه‌ای که بعضی میگن خودش ننوشته بود و با امضای اون خونده شد گوش داد. من گالیلئو گالیلئی 69 ساله پسر وینچنزو گالیلئی از فلورانس شخصا در این دادگاه و در برابر شما کاردینال های بلند مرتبه و والا مقام و مفتشان بزرگ سراسر قلمرو مسیحیت علیه یک انحراف ارتدادآمیز با چشمانی دوخته بر انجیل های بسیار مقدس که با دستان خیش لمس میکنم حاضر شدم. سوگند میخورم که به هر آنچه کلیسای مقدس کاتولیک رومی و با الهام از حواریون حقیقت میشمارد تبلیغ میکند و تعلیم میدهد همواره باور داشتم. اکنون نیز باور دارم و به لطف خدا در آینده هم باور خواهم داشت. پس از اینکه بارگاه مقدس به طور رسمی به من اخطار کرد که دیگر به این عقیده دروغین باور نداشته باشم که خورشید مرکز جهان و بی حرکت است و زمین مرکز جهان نبوده و حرکت می‌کند، قول می‌دهم نه به طور شفاهی یا کتبی به این دیدگاه غلط پایبند نباشم و از آن دفاع به عمل نیاورم و آن را آموزش ندهم. روم در مینروا و به تاریخ 22 ژوئن 1633. این خلاصه‌ای از اقرارنامه گالیله در دادگاه تفتیش عقاید بود. دادگاه از اعدام و سوزوندن اون صرف نظر کرد ولی اون رو محکوم کرد که سالهای باقی مانده از زندگی خودش رو در حصر خانگی بگذرونه. البته از این به بعد اوضاع برای گالیله خیلی سخت شد. اون 6 سال بعد رسما از دانشگاه و تدریس علم نجوم اخراج شد و تا سالها بعد مجبور بود مرتبا جهت اعلام وفاداری خود به نظریه مرکزیت زمین در کلیسا حضور پیدا کنه. گالیله سرانجام در 8 ژانویه سال 1642 از دنیا رفت. سال 1969 پس از فرود انسان بر سطح ماه پاپ ژان پل دوم دستور به بررسی دوباره پرونده ارتداد گالیله رو داد و در سال 1992 کلیسای کاتولیک اعلام کرد که گالیله رو بخشیده بدون اینکه عذرخواهی کرده و از آن کنه که اشتباه کرده که یک دانشمند رو مجبور به تایید یک نظریه غلط و اشتباه کرده. خیلی ممنون که تا انتها با ما همراه بودید. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید. تا درودی دیگه، بدرود.